که تنها تیتر آنها برخوردار از پیام‌های خردگرایانه عنصر ایرانی است. پرشیا 7000 years of civilization. خون کوروش در رگ‌هایم، خون پاسبان شاه، خون کوروش شاه شاهان، شاهان شاه خاوران. ای فخر نژاد عشق، ای کوروش ایرانی، باید که تو را نامید پیغمبر آزادی. ای لوح سرافرازی، ای نامه انسانی، ای پاک ترین پیروز، ای بانگ رهایی ها، تو فاتح دلهایی، تو قاصد جانانی، فرزند تو هم ای شاه، شاهنشه جان آگاه. ای مظهر آبادی و ای دشمن ویرانی، در حسرت پاسارگاد بر می کشد جانم. پاسارگاد رفتنش رو برادر من حسین در سالهای 1980 آغاز کرد و در هفتم آبان ماه چند سال پیش به طور مزموز و مشکوکی هم از جان رفت. از هنگامی که در سالنامه آریای میترایی یادروز کوروش رو گذاشتیم همون سالها و گفتیم برید به اونجا، گفت من رفتم با چند تا از رفقام، به 20 نفر نمی رسیدیم اون سالها، سالهای 1986-1989 و چند سال پیش در هفتم آبان، پس از اینکه که دو سال نتونست بره، بسته بودن، داشت خودش آماده میکرد بره در سهرگاه در مشهد، به طور مشکوکی از جان رفت. گفتن قلبش ایستاده، رسوندیم به بیمارستان، کسی نتونسته کاری بکنه. تو فاتح دلهایی، تو قاصد جانانی، فرزند تو هم ای شاه، شاهنشه جان آگاه. ای مظهر آبادی و ای دشمن ویرانی، در حسرت پاسارگاد بر می کشد این جانم. چون حسرت آزادی در دیده زندانی، بستند پر و بالم تازی صفتان ای دوست، من تشنه دیدارم، میدانم و میدانی. این ترس برای تن هرگز نبود، زیرا بس بوده تن زارم دزدیده و زندانی. این ترانه از دکتر مصطفی بادکوبه است، شرح خودش رو میده که هم دزدیدنش و هم در زندان بوده به خاطر سرودهای نازنینش. سوگند به خاک تو ای مظهر آزادی، قهر است دل و جانم با لفظ پشیمانی. دردا که نمیدارم از چیز که خود کامگان، تازی صفتان ما را آزاد نبی خواهم، چون اونا بنی هاشمن و ما تبار آریایی هستیم، برای این نمیخوان، اومدن ما رو نابود کنن. امروز میگم باز دوباره گوش کنید عزیزان من، تا دم نزند ایران از مکتب ایرانی، تا دم نزند ایران از مکتب آریایی، نترسید،
من خانه نشین گشتم امروز، ولی بنگر داره به تو تازی شب پرست ستمکار بنی هاشم میگه دکتر مصطفی بادکوبه. خوب گوش کن ای تازی، این ملت آزاده و این شور غزلخوانی، این سیل خروشان را دیده است که چه می آید. یک سوی خراسانی، یک سوی سپاهانی، همینطور میگه شهر بده استانها رو دیگه. استاد مصطفی بادکوبه‌ای در این سروده، و این سروده یک تفسیری از تاریخ است که وقتی که بگیرن زندان کنن در بند کنن، قهرمان آریایی از پای نمی نشین. ای ستم پیشگان، ای جهان به کامتان، اهرمن زادگان، خون ما شرابتان، ای هزار چهرگان، دیو و دد همه تبارتان، رسم اجدادتان، رسم شوم بردگی، دین و آیینتان، دین مرگ و کهنگی، جمله افکارتان غرق در فساد و هرزگی، رسم اجداد ما، رسم آزادگی، دین و آیین ما، دین عشق و زندگی، عهد و پیمان ما، همدلی و ایستادگی، رسم دیرین ما، رسم پاک سادگی، مهر و داد و خرد با نشاط زندگی، پند تاریخ ما، درس وحدت و یگانگی. در بسیاری از این جایگاه‌های این سروده و سرودهای دیگه، اساتید بزرگ مثل دکتر مصطفی بادکوبه‌ای و غیره بایستی بگن آریایی، ولی میدونید چرا از واژه آریایی استفاده نمی کنن؟ برای اینکه تمامی توضیحاتی که در این راستا و رابطه دادین رو مهربان یاران به خاطر ندارند، و بایستی اساتید محترم مثل استاد فریدون جنیدی، از جنیدی باید یاد بگیریم. جنیدی یک استاد برتر معاصر زمانه ماست. از بکار بردن واژه آریایی نباید بترسیم. امروز اینو خوب گوش کنید، برای همه هم بفرستید، و اصلا نماز صبح و ظهر و شامتون این باشه، همه گیر کنید، چون من میبینم هر از چندی میترسونن شما را از واژه آریا رو بکار بردن. امروز بهتون میگم آریایی یعنی چه. دوباره میگم، ده باره میگم، صد باره میگم آریایی یعنی چه. در آیین اوستا نوشتیم اون سالها، و این کتاب هزاران هزارش فروش شد، و الان به من خبر دادن چند وقت پیش که بیش از 900 هزار نفر، 900 هزار، قریب 1 میلیون نفر این PDFش رایگان دانلود کردن. خب ما تو اونجا که شهر میدیم آریایی یعنی چی؟ چرا میترزید؟ چرا به میل و خواسته تازیان عمل میکنید؟ چرا خودتون رو دوباره سرسپرده و بیگانه از ایران، و همچنان که استاد گفت بادکوبه‌ای مکتب ایرانی، نشون میدید و میترسید که بگید آریایی هستیم ما؟ آریایی بودن ترس نداره. گوش کنید، امروز دروغ تاریخی رو بهتون گفتن. چرا؟ چون از عظمت آریایی وحشت داره دشمن تازی. خوب گوش کنید امروز. و هیچ ربطی آریا و تبار آریا با این پدر سوخته آدولفی که اومد 6 میلیون رو بیگناه کشت ربطی نداره. وقتی تله باز میکنن، چون نباید تو تله بیفتی، تو تله رو پاک کنی، تو تله نباید بیفتی، باید تله رو پاک کنی. آدولف پدر سوخته ننه 70مش هم از تبار آریایی نبود. قدش، هیکلش، ریشش، سبیلش، صورتش، همه چیزش نشانه این رو داشت که این آریایی نبود که. ولی از واژه آریا استفاده کرد برای اینکه آلمان‌ها رو تحریک کنه.
برای این که نجات پرستی رو رایج کنه. تاریخ نمیدونست که تاریخ. من به شما گفتم بارها، الان هم دارم بهتون میگم، عالم آدم هم گفته، بزرگان از ایران گرفته تا اسرائیل گرفته تا امریکا گرفته هم گفتن آریا ینج. آریا همون ایران، ایران هست، همون ایلام هست، ایلامیان. حالا نمیخوام با لهجه بهتون بگم ایران آریاست، ایلامه، ارمنیه، ایرانویکه، اینا همه ایرانه، آریاست. فهمیدین چی شد؟ این تلفظ در جایگاه مختلف فرق کرده، تلفظ یک چیزی دیگه شده، ایران شده، ارمن شده، آریایی شده. همون آریایی شما باید بگید، هیچ ربطی برون پدر سوخته نداره. تبار آریایی یک تباریست که اندیشش و فکرش برترین و بزرگترین بوده و هست و خواهد بود از زمان ایلامیان. چون الان بچه های زیادی هستن که در مورد ایلامیان کار کردن، خیلی در مورد ایلامیان و تاریخ ایلامیان کار میکنن. بعد از اینکه ما تقویم 7000 ساله رو در آوردیم و 40 سال پیش رو نوشتیم در این مورد و چه و چه، چقدر کارهایی کردن. من از همه بچه ها سپاسگزارم در رابطه با ایلامیان. پیش از ورود مهاجرین آریایی به فلات ایران، در جای جای این منطقه قومیت‌ها و مردمان گوناگون، تمدن‌های بسیار و همچنین دولت شهرهای متعددی وجود داشتند. بعضی از این اقوام صاحب تمدن‌های پیشرفته و با سطح بالای تکنولوژی و دانش بودند و برخی دیگه ابتدایی و حتی کوچ‌نشین. در این ویدیو قرار سری به فلات ایران در قبل از ورود اقوام آریایی‌ها بزنیم، ببینیم مردمان بومی و قدیمی‌تر این فلات در چه وضعیتی بودند. پس آماده بشید با هم سفری به حدود 7000 سال پیش داشته باشیم. به ساعت 0 خوش اومدید. همینطور که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، ازتون میخوام که کانال ساعت 0 رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک بزنید. حالا اگه آماده اید بریم به یک سفر دیگه در زمان، به سرزمین ایران در 7000 سال پیش. اولین ایلامیان 7000 ساله دیگه. اوه، اون موقع که ما تقویم در میاردیم همه گفتن چو دیگه اینقدر سیال که کاشان شهر سوخته. از کنم خدمت اینجا مجله جغرافیای فرانسوی رو ما کار کردیم که تیتر زد که همه آنچه شنیدید در رابطه با تاریخ پیدایش تمدن فراموش کنید، ایران مهد تمدن بشر با 7000 سال پیشینه تمدن. حالا کی دشمن واژه اصلا آریایی است؟ میگن یهود. چرا میگن یهود؟ چون قدرتمندترین قدرت در جهان یهوده، چون اسرائیل قوی ترین قدرت جهان. الان که من دارم با شما صحبت میکنم و هالووین هست و جنگ چنه فرهوشی هست و فرانسوی میگن توسن هست و عربا میگن مسلمان چراغ برات هست، الان که سال 2024 تازیست 7760 یاریه میترائیست، من به شما میگم شما گوش کنین. الان که دنیا دیگه ثابت شد بشه قدرت و بزرگترین قدرت یهود و اسرائیل است در جهان، قدرت آریایی است. این قدرت آریایی است. ما بارها نمشتیم در که فرانسه فارسی اینا، آقا بیش از 30 آرامگاه، حالا پیغمبر اسمش رو این بزرگ و فیلسوف همین تبار عبری یهودی اسرائیلی تو ایرانه، خواستگاه اینا ایران بوده، شوش بوده. استر ملکه ایرانیه، اصلا کورش هم خیلی میگن یهودی، یهودی ایرانی.